راه علی لواداری را انجام بدهیم در این شب و شبهای گذشته از ما قبول نماید. صلوات محمدی ختم نماید. و حال از نظر محترم شیخ حیدری دعوت به عمل می‌آوریم که تا سخنرانی خود را برای ما شما اجرا نماید. تا تشریف آورید. الحمد لله، الحمد حقا، الحمد لله، شكرا جزيلا، الحمد لله، الحمد حقا كما يستحق، الحمد لله ليس لقضاء دافع ولا لعطائه مانع ولا لصنعه صنع صانع، الحمد لله جزيلا، الحمد لله شكرا جزيلا، الحمد لله شكرا جزيلا، الحمد لله على ما كان، الحمد لله على ما يكون، الحمد لله على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين. ابتداءً ماه حزن و اندوه، ماه ماتم و ماه سوگواری را به محضر مقدس آقای ماه زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و به تمام خالصان دوست و شما عزاداران تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم. هر سال که محرم فرا می‌رسند یک رنگ خاص و یک جذبه حسینی از عالم بالا به قلب شفتگان متصل می شوند. یک واسطه و یک اتصال و آن واسطه محبت که توسط محبت عزاداران و شیعیان خودش را در صفوفی سالکان واقعی و محبان واقعی قرار می‌دهند. این یک واسطه است. آن واسطه محبت امام حسین علیه السلام و گریه بر امام حسین، چون گریه بر امام حسین علیه السلام تشدید آن واسطه می شود. توسط آن واسطه انسان جلا و شکوهمندی و اون رونق حسینی را بیشتر در وجود خودش احساس کنند. چون پیغمبر گرامی اسلام می فرمایند محبان واقعی آنانند که وجود ظاهریشان در زمین ولی وجود باطنیشان در عالم اعلان. صلوات شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه که پدر شیخ صدوق
علی ابن الحسین بابوی قومی عصر دو امام معصوم را درک کرده بودند، عصر امام حسن عسکری و امام زمان، و این پدر محمد ابن بابوی قومی بیش از 50 سال عمر کرده بودند ولی بچه دار نمی شدند. با خودش فکر کرد، گفت نیاز با واسطه دارد، این واسطه در عالم بالا شخص اول، شخص دوم و شخص سومی اون واسطه باشد. با خودش گفت که باید یک نامه به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بفرستند. توسط کی؟ توسط حسین ابن روح نوبختی. نامه ای نوشت و در آن نامه گفته بود که واقعا من خیلی علاقه دارم بچه دار بشم، اگر واقعا مصلحت است شما از خدا بخواهید دعا کنید، یعنی شما واسطه قرار بگیرید، چون واسطه امام زمان در عالم اعلی و ملکوت است که انسان توسط آن واسطه خود را به جای میرساند، شما واسطه قرار بگیرید دعا کنید پیشگاه خدا که من بچه دار بشم، که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در جواب نامش می نویسند که خدا به تو دو تا فرزند عطا می کنند تا قیام قیامت برای دین خدمت کنند. این شیخ صدوق هم به دعای امام زمان به دنیا آمد، چنان عمر پربرکت داشت، چنان قلم مبارک و دست پربرکت داشت، کتاب منلای هزار الفقیهش و در آخر عمر کتاب کمال الدین و تمام معنا را نوشت که امروز کتابی است تمام علما و کسانی که کتاب می نویسند به کتاب او مراجعه می کنند. او می گویند، او درباره واسطه و محبت امام حسین حرف می زنند شیخ صدوق، و شیخ صدوق فقط 100 سال از عصر امام رضا فاصله داشت، یعنی 100 سال بعد از عصر امام رضا به دنیا آمده بودند. او می گویند فعلا از امام رضا نقل میکنن شیخ صدوق که امام رضا میفرمایند فعلا مثل الحسینی فلیبک الباکون فان البکا علی یحط الذنوب العظام. خدایا ما در هیچ جای از قرآن ندیدیم، در هیچ جای از قرآن ندیدیم شما گفته باشید گریه بر من واجب است. گریه بر خدا واجب نیست، در هیچ روایتی وجود ندارد و در هیچ کتابی. این همه علما بر این باورند، علمای فقهی، علمای اصولی، علمای امروزی، همه متفق القول گریه بر انبیا هم واجب نیست، گریه بر پیغمبر هم واجب نیست. و خود خدا گفتند شما در سحر، در نیمه شب، در روزه های عبادی و جمعه گریه کنید، و این گریه یک وسیله است که خود وجود گریه در عالم بالا، در عالم ملکوت شکل میگیرد و شما اینجا وجود ظاهریش میبینید، توسطتون وجود ظاهری شما خود اتصال میکنید به عالم معلای واسطه است. گریه خوب این مستحب تاکیدین وابتغوا الیه الوسیله، یک جهاد هم یک وسیله است که انسان به خدا وصل پیدا میکند، اما واجب نیست. اما همین امام رضا، امام هشتم ما میفرماید فعلا مثل الحسینی فلیبکل باکو، هر گریه کننده واجب است بر حسین گریه کند. صلوات فان البکا علی یحط الذنوب العظام، پس گریه بر امام حسین علیه السلام پرونده گذشته و گناهان گذشته را همه پاک می کند. خدا چنین حرمت و عظمت و بزرگی و ارزش به خون حسین دادند
که گریه بر امام حسین علیه السلام همه گناهان گذشته چه کوچک و بزرگ را همه پاک می کند. امام حسین علیه السلام آنقدر بزرگند، آنقدر بزرگند نزد خدا آبرو دارند که انسان توسط امام حسین که واسطند می توانند به خدا نزدیک شوند. موسی به خدا عرض کرد در کوه طور، خدایا من میخوام تو را ببینم. خدا گفت موسی تو نمیتوانی من را ببینی. قال ربی ارینی انظر الیک. خدا میخوام ببینم جمال تو را، من الان با تو حرف میزنم ولی میخوام مستقیما تو را ببینم. گفت نه موسی تو من را نمیتوانی ببینی. اینجا خدا هم حرف از واسطه زد، این واسطه در عالم بالا تجلی کرده بودن. گفت به کوه نگاه کن. موسی به کوه نگاه کرد، اون تجلی خدا در کوه جلوگر شد، کوه متشعشع شدن، کوه منفجر شدن، کوه به هم پاشیدن. موسی به هوش شد، اونم توسط واسطه مستقیما نه، اون نور خدا جلوگر شده بود در کوه، در یک شی دیگر، شی سیومی، نه در وجود خدا. اونم نور را، جلوه را در خود خدا ندید، در کوه دید. الان مردم چطوری حق دارن؟ چطوری به خود انصاف میدهن که با خدا حرف بزنن بدون واسطه؟ چون همه نامحرمن و هیچ کس اجازه نمیدهن، این جرأت را نمیدهن، اما چه لیاقتی رو با خدا حرف بزنن و اون چیز را که انسان محرم میسازن با خدا، حسین ابن علی علیه السلام واسطن که وجود کیمیایی و در عالم اعلا شکل گرفتن. چه حسینی که عزاداران واقعی او انبیا و اولیا، زیارت کنندگان واقعی امام حسین پیغمبرن، ملائکن، از خود رسول گرامی اسلام روایت دارن که عزاداران اصلی در ماه محرم ملائکن، صاحب این عزا ملائکن، انبیان، پیغمبرن. چرا در روایات ما وارد شدن وقتی که شما در شب جمعه در کربلا هستی؟ این یک روایت تأکیدی هست، همه علمای شیعه بر این باورند در شب جمعه وقتی شما در سرزمین کربلا هستید، بنابر احتیاط مستحب نباید شما برید در زیارت امام حسین در شب جمعه، نباید برید بنابر احتیاط مستحب. صبر کنید تا طلوع آفتاب، صبر کنید. چرا؟ چون اون شب جمعه در حرم امام حسین علیه السلام پورند، حرم امام حسین آن شب جمعه پور از ملائکه، مملو از انبیا هن، پیغمبر می آین، فاطمه زهرا می آین، امام حسن می آین و امام زمان می راد آنجا، چون جای نیست برای ظاهرین. و اونا می بینن که آشخان و ظاهران حسین برای چی آمدن. سلام پس هر کسی اگر میخواد به جایی برسد توسط واسطه، که آن واسطه وجودش در عالم بالا شکل میگیرد، انسان روح انسان، فکر انسان به عالم بالا متصل میشود، اون جلوه، توسط اون جلوه روح بالا انسان به خدا مرتبط میشود. از این زیاده وقتی عزیزان رو نمیگیرم. میخوام مختصر روزه را امشب تقدیم به ساحت مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، پیغمبر گرامی اسلام و مادرش فاطمه زهرا بنماییم که عزاداران واقعی اویند. چنانچه در روایت دارند
در روز محشر فاطمه زهرا وقتی که وارد میشوند گویا صدای خداست، میگه نه ای فاطمه تسلیت به تو عرض میکنم که حسین تو کشتن. السلام علی الحسین، السلام علی الحسین و علی لحظه صبر می کنم تا حسین جواب سلام ما را بدن، حسین جواب سلام خیلی ها را می دن. به خدا اگه حسین یک گوشه چشمی به ما کند و زندگی ما را زیر و رو میکند. حسین جا، حسین جا، حسین جا، فطرس که پرش را شرر قهر خدا سوخت، بازان که بدا پرواز حسین است، بازان که بدادش پر پرواز حسین است. آقا جان چرا جواب سلام ما را نمیدی؟ آره والله قدر کریم، حسین انقدر آقا که صبر لازم ندارد، جا دارد امشب برم پیش غریب مدینه آقا امام حسین و بعد اجازه بگیرم از امام حسین برم پیش مادرش فاطمه. همه یا وجهتان عند الله اشفع لنا عند الله، همه یا وجهتان عند الله اشفع لنا عند الله. استاب رفت، استاب رفت، تشلب کرد و ناله کرد، آن تشت را فرمود خواهرم زینب امروز بمیرم بهتر تا فردا، چون نبینم قاتل مادر من زنده به پیش نظرم، قاتل مادر من زنده به پیش نظرم.
نقطه چیز که تو گنود من آمده میگی امروز بمیرم بهتر تا فردا میگه جگر من وقت پاره پاره شد من اون وقت زهر خوراندن که تو را به مادرم سیلی زده لعنة الله على القوم الظالمين.